نشر. درود، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب جمعه 11 دلو سال 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 31 جنوری 2020 میلادی. سرخط خبرها. سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان. انسجام سیاست داخلی افغانستان فوق‌العاده مهم است برای مؤثریت گفتگوهایی که در آینده صورت میگیرد. پایان بررسی شکایت ها و اعتراض ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی. در چوکات قانون و با اساس بررسی ها و تحلیل هایی که صورت گرفته فیصله را برایشان صادر کرد. معامله خواندن بخشی از عقب نشینی نیروهای امنیتی در تخار. تایید مصاب شدن دو تن به ویروس کرونا در بریتانیا. و تلاش به افزایش خط آهن در افغانستان. خوش آمدید، من بیژن آریان هستم. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان پس از مشوره با مقامهای ناتو به پاکستان رسید. منابع از قول دیپلمات‌ها در پاکستان میگویند که آقای خلیلزاد قرار است روی آخرین پیشرفت‌ها در دوحه با مقامهای نظامی و ملکی پاکستان گفتگو کند. انتظار می‌رود که آقای خلیلزاد پس از سفرش به پاکستان به افغانستان بیاید. روحی دندشمن با بیشتر از این. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از مشوره با مقامهای ناتو در بروکسل روی روند صلح افغانستان به پاکستان رسید. منابع در اسلام آباد میگویند که آقای خلیلزاد با مقامهای ملکی و نظامی این کشور قرار است در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. حکومت افغانستان هم سرگرم زمینه‌سازی اجماع منطقه‌ای برای صلح است، اما آگاهان در قدم نخست ایجاد اجماع سیاسی داخلی را برای رسیدن به صلح اولویت می‌دهند. تا جایی که به مردم افغانستان ارتباط می‌گیرند، انسجام سیاست داخلی افغانستان فوق‌العاده مهم است برای مؤثریت گفتگوهایی که در آینده صورت می‌گیرد بین جنای افغانستان، نمایندگان مردم افغانستان و طالبان. از سوی دیگر معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا بر قول طالبان از بهر قطع کردن رابطهشان با القاعده پس از رسیدن به توافق صلح زیاد باور ندارند. من همراهی آنها واضح صحبت کردم و برایشان گفتم که برای ما رو در رو دروغ گفته شده، دستای آنها در خون آمریکایی ها سرخ شده، استخبارات و اداره های نظامی آنها با طالبان کمک می کند. پاکستان که گفته می شود نقش بنیادی در روند گفتگوهای صلح افغانستان دارد، دیده شود که دیدار خلیلزاد با مقامهای این کشور چقدر در تسریع امضای توافقنامه صلح با طالبان تأثیرگذار خواهد بود. طالبان با گروه های حراس افغان مثل لشکر طیبه، القاعده رابطه بسیار نزدیک دارند و من فکر نمی کنم که رهبر طالبان در شورای کویته بتواند فشار وارد کند تا طالبان رابطه ایشان را با گروه های دیگر حراس افغان پس از توافق قطع کنند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حالی به کشورهای منطقه سفر می کند که سیاسیون افغان هم سرگرم آماده سازی طرح صلح از بهر گفتگو با طالبانند. نتیجه بررسی ها روی 300 هزار رأی جنجالی انتخابات ریاست جمهوری فردا روی میز کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی برای تصمیم گیری گذاشته خواهد شد. کمیسیون میگوید بررسی ها روی کل شکایت ها و اعتراض ها پایان یافته و تا 3 روز دیگر کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی ماموریت خود را نهایی خواهد کرد. این کمیسیون تا کنون روشن نمی سازد بررسی ها بر سقف آرای انتخابات ریاست جمهوری چه اثری گذاشته است. باعث حیات. کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی گام های پایانی برای انتخابات ششم میزان را می گذارد. بررسی های این کمیسیون روی شکایت های انتخاباتی، اعتراض ها و 300 هزار رای جنجالی
پایان یافته و قرار است بر روز شنبه از بحر تصمیم گیری نهایی روی میز اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی قرار گیرد. انتظار می رود که تا 3 روز دیگر کار این کمیسیون پایان یابد و سرنوشت انتخابات دوباره به کمیسیون انتخابات واگذار شود. سر از فردا تمام موضوعات بالای میز کمیسیونر صاحب بیارن و ما بتانیم که در چوکات قانون و با اساس بررسی ها و تحلیل هایی که صورت گرفته فیصله را برایشان صادر بکنیم. هرچند فیصله های کمیسیون های ولایتی شکایات به کمیسیون مرکزی رسیده، اما تا اکنون این کمیسیون روشن نمی سازد که این فیصله ها بر سقف آرای انتخابات ریاست جمهوری چی اثری گذاشته است. کمیسیون می گوید به زودی سقف آرا روشن خواهد شد. فکر می کنم اینا هم یک سنجش دقیق از وضعیت کاری خود ندارن، با اینکه تلاش میکنن اما سنجش دقیق از وضعیت کاری خود ندارن و ما زیاد مطمئن نیستیم که مطابق زمان تعیین شده اینا بتونن به یک نتیجه دست پیدا کنن. پیشتر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بیش از 5000 محل رایدهی را برای بازشماری شناسایی کرده بود، اما این رقم نهایی نبود و قرار است با اعلام تصمیم نهایی این کمیسیون شمار دقیق محل های رایدهی قابل بازشماری هم روشن شود. اون مواردی که در ولایت رویش تصمیم گرفته شده که بازشماری شود یا تفتیش شود یا کدام جای رد نشته کردن کدام جای برش اعتبار دادن، اون وارم در یک فیصله واحد قرار بتن و این بحث ناهماهنگی و مشکلاتی که با کمیسیون انتخابات دارن که این قبلا بازشماری شده یا نه بازشماری میشه یا باطل بوده قبلا یا اعتبار داده شده، از اون خلاص میشن. جامعه جهانی هم پیوسته از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد که با بررسی بی‌طرفانه شکایت‌ها نتیجه را بیرون دهد که برای همه طرف‌های انتخاباتی قابل پذیرش باشد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت می‌گوید پشت عقب نشینی‌های نیروهای امنیتی در خط‌های نبرد در تخار معامله وجود دارد که از بهر بررسی آن به تخار سفر کرده است. به گفته مشاور شورای امنیت ملی بیشتر توجه طالبان در جریان امسال بالای شمال و شمال شرق بوده و از بهر آمادگی در برابر تهاجم این گروه در سال آینده در رهبری ارتش در شمال و شمال شرق تغییرات وارد خواهد شد. به باور مشاور امنیت ملی جنگ کنونی به یک جنگ تجارتی تبدیل شده و اگر جنگ را از تجارتی بیرون نکنند امید به بهبود امنیت در سال آینده وجود ندارد. حمدالله محب در رأس یک هیئت عالی رتبه حکومتی پس از چند روز در شمال روز پنجشنبه به هدف بررسی وضع امنیتی وارد ولایات شمال شرقی کندز و تخار گردید. با آنکه مردم کندز از اینکه مشاوری امنیت ملی با مردم دیدار نداشته انتقاد میکنند، مشاوری امنیت ملی در دیدار با اقشار مختلف تخار از تمرکز جنگی طالبان بالای شمال و شمال شرق نگرانی میکند و میگوید ضعف مدیریت در رهبری نیروهای امنیتی و تمرکز این گروه به دلیل نقطه استراتژیک به ولایت‌های شمال شرقی به هدف بررسی وضع امنیتی سفر کرده است. هدف ما بررسی وضعیت تمام شمال و شمال شرق است. دشمن پلانش به این طرف است. امسال تمرکزش شمال و شمال شرق گرفته. چند بود وجوهات دارند که به این دلیل شمال و شمال شرق هست. یکشی که این رای وصل و اتصال ما شده، این رای اقتصاد ما شده. دوم اینا منافع استراتژیکی که دارند باز در اینجا در این منطقه برشان از اهمیت باختمان از اینجا میخواهیم. یکان اهداف دیگه ای که برشان داده شده از اون کشورهایی که از حمایهشان میکنه اونا هم اینجا انتخاب کردن. مشاور شورای امنیت ملی عقب‌نشینی نیروهای امنیتی مخصوصا پلیس محلی تخار را در جریان حملات طالبان از بازگاه‌ها معامله پشت پرده می‌داند و می‌گوید از بهر آمادگی در برابر تهاجم طالبان در رهبری ارتش در ولایت شمال شرقی تغییرات آورده است. به باور او جنگ فعلی جنگ قاچاق و تحمیلی بالای حکومت ملت افغانستان است. جنگ به تجارت تبدیل شده. امسال اگر ما شما این جنگ از تجارت نکشیدیم ما اطمینان داده نمیتونم که سال آینده ما بهتر خواهد بود. باشندگان تخار گسترش قلمرو طالبان افزایش جرایم جنایی و بی‌پروایی مقامات محلی را از مشکلات اساسیشان میدانند و خواهان توجه مشاور امنیت ملی در این موارد و ساخت کمربند شهری برای نفوذ بیشتر طالبان در شهر طالقان هستند. با
بفرمایند جناب والی صاحب، بفرمایند مسئولین امنیتی، کسی که در روزانه صراف و سر چوک در کنار قماندانی امنیت به گروله بسته میشه، او را گرفته نمیتونند. که در مبارک با طالبا که پیش آمد دو قماندان امنی اوزار زنگ میزنه که چند نفر داره، میگم حالا در بس 30 نفر است، 5 نفر پیش فلانی وکیل است، 2 نفرش هم یک دن خانه قماندان سابقه است و 3 نفرش هم اینه وکیل دیگه است، همیشه 7 نفر موجود است، 2 نفرش خیج باشه در بواسطه 4 نفرش تو گرفته بره، او 4 نفر را کلی اینجا بار میکنه گرفته میبره، هر 4 نفرش شهید میره در خانه شاه پیدا نمیشه. مشاور امنیت ملی کشور میگوید طالبان از بحر نقطه وصلی افغانستان منافع استراتژیکی در این بخش کشور برایشان مساعد است و برآورده شدن خواسته های حامیانشان بالای شمال و شمال شرق تمرکز دارند. این در حالی است که از 2 روز به این سو از بحر تدابیر امنیتی سفر هیئت عالی رتبه حکومتی به تخار بسیاری جاده ها برای مردم بسته است که این مسئله مشکلات جدی را برای مردم به میان آورده است. هنوز هم در روند قراردادی های وزارت های داخله و دفاع شفافیت به میان نیامده. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که برخی همکارانشان در تبانی با قراردادی ها از این روند سود میبرند. از سوی هم برخی نظامیان پیشین میگویند که دستبرد در مواد خوراکی و سوخت نیروهای امنیتی سایه تاریک روی کارکرد این نیروها در میدان جنگ گذاشته. اما اداره تدارکات ملی میگوید که بیشتر از هر زمان دیگر در روند سپردن قراردادها شفافیت به میان آمده. جزئیات بیشتر با شاپور فرهمند. در اوج نبردها در کشور شماری از اعضای مجلس نمایندگان ادعا دارند که شماری از همکارانشان در تبانی با قراردادهای نیروهای امنیتی از این روند فسادزا سود میبرند و یا هم به گونه مستقیم این قراردادها را به دستشان دارند. جلوگیری فساد در سکتور امنیتی دفاع و دفاعی بالخصوص در بخش تجهیزات به خاطر عاجز هستیم که بعضی از قراردادهای عمده سکتور امنیتی و دفاعی خودش اعضای پارلمان افغانستان هستند. شماری از نظامیان پیشین با انتقاد از موجودیت فساد در قراردادهای وزارت‌های دفاع و داخله میگویند که موجودیت فساد در این نهادها سایه تاریک روی کارکردهای نیروهای امنیتی در میدان‌های نبرد گذاشته است. حال خو همه کس ما پشت منافع شخصی خود می‌گردیم. و این واقعا تاثیر بالای جنگ فوق العاده داره. سرباز از شکمشه سیر نکدی جنگ کده نمیتونه. سرباز مسائل به اصطلاح اسکانش درست نکدی مایوس میشه، به جنگ نمیره. خوب مراقبت نکدی، از او عزت نکدی، از او حرمت نکدی، به او احترام نکدی، تا بعد در جنگ میبینی که هر روز عقب رفته میریم، پیش روی چیز درک نداره. اداره تدارکات ملی که روند سپردن قراردادهای نهادهای امنیتی را به دوش دارد میگوید که بیشتر از هر زمان دیگر در این روند شفافیت به میان آمده است. تطبیق و مدیریت قراردادها از طرف خود نهادهای تدارکاتی صورت میگیرد و خود وزارت‌ها باید نظارت همه جانبه از تطبیق قراردادها داشته باشند. تا یک سال گذشته مبارزه جدی با فساد در وزارت امور داخله صورت گرفته. تنها در بخش تدارکات، لوجستیک و تامینات 3 میلیارد افغانی در همین سال صرف جویی شد. این در حالی است که اداره سیگر یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از موجودیت فساد در بخش اکمالات نیروهای امنیتی انتقاد کرده و گفته 50% از مواد سوختبار این نیروها دزدی می شود. نهادهای امنیتی بارها از بحر عدم مبارزه با فساد و به میان نیاوردن شفافیت در قراردادهایشان زیر انتقاد قرار دارند. به بخش اقتصادی هم خوش آمدید. برای افزایش راه‌های مواصلاتی از طریق راه آهن در کشور توافق‌نامه‌های تازه با شماری از کشورها امضا شده. مسئولان در وزارت ترانسپورت میگویند که کار ساخت خط آهن در کشور جریان دارد و در این بخش ده‌ها میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. شماری از شرکت‌های خصوصی نیز تعهد به سرمایه گذاری در این بخش کردند. مسئولان در وزارت ترانسپورت میگویند که برای افزایش صادرات و ساخت بیشتر خط ریل در کشور با شماری از کشورها توافقنامه جدید را امضا کردند. آنان تاکید دارند که اکنون در سراسر کشور 150 کیلومتر خط آهن ساخته شده و در شمال، غرب و شرق کشور نیز ساخت خط آهن جریان دارد.
دو پروژه تحت کار داره، پروژه خط آهن آقینه اندخوی به طول 30 کیلومتر به ارزش بیشتر از 30 میلیون دلار است و فعلا کار جریان داره. همچنان قطعه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خوافیراد ما چند وقت پیش قراردادش رو امضا کردیم به ارزش بیشتر از 58 میلیون دلار. اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند که افزایش خطوط آهن در کشور به معنای افزایش صادرات و رشد اقتصاد است. یکی از این منابع بسیار خوب که میتونه باعث رشد و استخراج معدن افغانستان شود و صادرات افغانستان شود، بحث ریل ما هست، راه آهن ما هست که تا به حال در این چندین سال در این بخش واقعا کمترین سرمایه گذاری صورت گرفته. مسئولان اتحادیه شرکت های ترانسپورتی خصوصی میگویند که اگر حکومت برای ساخت خطهای ریل صادقانه عمل کند، آنان حاضرند تا بیشتر در این بخش سرمایه گذاری کنند. سکتور خصوصی علاقمندی داره و باید سکتور خصوصی در سیستم خط آهن در قسمت های زیادش برای ساختمان پارکینگ های ازی، برای ترانسپورتیشن زمینی ازی، برای انتقال موادی که خط آهن انتقال میده و ترانسپورت بایدی را از زیجا به جایی دیگه انتقال بده سرمایه گذاری شود. سکتور خصوصی میتونه که از سرمایه گذاری در خط آهن مفاد بسیار زیاد برداشت بکنه. آگاهان اقتصادی کارهای انجام شده برای ساخت خط ریل در یک دهه گذشته را در کشور بسنده نمی دانند. آنان می گویند که اگر حکومت می خواهد صادرات افزایش یابد، باید بیشتر از این برای ساخت خط ریل تلاش کند. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 40 پول، یک یورو 84 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 486 افغانی و 1000 کلدار هندی 1080 افغانی. و این بخش هم خوش آمدید. دو میلی‌پوش وزنه‌برداری کشور برای حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک 2020 ژاپن و نیز ششمین دور مسابقات بین‌المللی اسلامی وزنه‌برداری وارد ازبکستان شدند. به گفته مسئولان این دو میلی‌پوش نزدیک به یک ماه در کابل زیر قرنطین قرار داشتند. عبیدالله انوری. زبیر نظری و میرویس رازقی دو میلی‌پوش وزنه‌برداری کشور پس از یک ماه تمرینات فشرده در کابل برای حضور در رقابت‌های کسب سهمی المپیک 2020 ژاپن و نیز ششمین دور مسابقات بین‌المللی اسلامی وزنه‌برداری وارد ازبکستان شدند. در کنار این دو میلی‌پوش یک هیئت نیز به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها اعزام شده است. زبیر نظری در وزن 67 کیلوگرم و میرویس رازقی در وزن 96 کیلوگرم به نمایندگی از تیم ملی وزنه‌برداری افغانستان در این پیکارها برابر حریفان وارد رقابت خواهند شد. به خاطر مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 ما قبلا نمایندگی خاص خود گرفته بودیم و در این مسابقات کشورهای اسلامی به ویژه آمادگی خاص خود گرفتیم و مدت یک ماه میشه که از طرف فدراسیون تحت قرنطینه هستیم. تمرینات خوبی را کردیم، زحمت زیاد کشیدیم، امید است که بخیر یک گل بگیریم. کسب سهمی المپیک 2020 ژاپن و ششمین دور رقابت‌های بین‌المللی اسلامی وزنه‌برداری از 8 تا 12 ماه پیشروی میلادی با اشتراک ورزشکاران تمامی کشورهای اسلامی به میزبانی شهر تاشکند برگزار می‌شود. برنامه استعدادیابی فوتبال برای دروازه‌بانان امروز در فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این برنامه در حدود 200 ورزشکار نوجوان و جوان بین سنین 13 تا 19 سال اشتراک کردند. مسئولان کمیته دروازه‌بانان میگویند که این برنامه در 4 بخش ارزیابی راه اندازی شده است. برنامه استعدادیابی دروازه‌بانان همه ساله از سوی فدراسیون فوتبال کشور برای پیدا کردن چهره های برتر راه اندازی می شود. جوکوویچ با شکست فدرر راهی دیدار نهایی رقابت‌های آزاد تنس استرالیا شد. نخستین دیدار نیمه نهایی تنس آزاد استرالیا در بخش مردان برگزار شد و نواک جوکوویچ به مساف راجر فدرر رفت.
مرد شماره دوم تنیس جهان توانست با نتیجه 3-0 حریف سوئیسیش را شکست دهد و به دیدار نهایی نخستین گرند اسلم سال صعود کند. وضعیت هوای فردا. کابل بلند آفتابی بلندترین درجه حرارت 3 پایین‌ترین منفی 6. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 6. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 5. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 15 پایین‌ترین 2. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 11 پایین‌ترین 1 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت منفی 2 پایین‌ترین منفی 13. ممنون از همراهیتان به خبرهای این ساعت در آریانا.